بازم شما را خوش آمدید میگوییم در برنامه درس‌های رمضانی. روزه رکنی از ارکان اسلام و بنای از بناهای اسلام است. نخستین بنای اسلام شهادت ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دومین بنای اسلام اقام الصلاه بر پا کردن نماز. سومین بنای اسلام اطاع الزکات. چهارمین بنای اسلام صوم رمضان، روزه ماه مبارک رمضان است. بنان عزیزان من، این فرصت طلایی را از دست ندهید. روزه یک امر معمولی نیست، فرض از جمله فرائض الهی است، از جانب الله سبحانه و تعالی بر بندگان عاقل و بالغ و مسلمان مکلفش فرض شده. هر انسان مسلمان در برابر روز مسئولیت داره. بنای از بناهای اساسی اسلام است. به همون لحاظ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که روزه ماه مبارک رمضانه از روی ایمانداری، از روی نیت اجر و پاداش و ثواب روزه بگیرد، با این فکر و اندیشه که الله سبحانه و تعالی برایم پاداش میده، غفر له ما تقدم من ذنبی، تمام گناهان گذشته انسان را الله سبحانه و تعالی و وسیله روزه ماه مبارک رمضان میبخشد. پس اگر میخواهید که گناهتان، معصیت هایی که در طول 11 ماه سال انجام دادید، مورد مغفرت، مورد بخشش الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، پس ماه مبارک رمضان را مسلسل روزه بگیرید. و در حدیث دیگری، در روایت دیگری داریم که در اخیر ماه مبارک رمضان فرشتگان صدا میزنند: یا الله، بندگانت یک ماه متواتر روز در صیام بودن و شب را در قیام سپری کردن، این ماه را به پایان رسانیدن و امروز و طرف ایدگاه به نماز عید به طلب مزد آمدن. آیا برای ما اجازه هست که برایشان مزد بدهیم؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید: نه خیر ای فرشتگان الهی، این فرشتگانم، شما نمی توانید مزدی اونها را بدهید. بنده های من که یک ماه متواتر به خاطر من خودشان را از خوردن، از نوشیدن، از همبستری کردن نگاه کردن، امروز من الله خودم مزد اونها را بدهم. بعد می فرماید: الصوم لی و انا اجزی بی. روزه برای من الله است و من برای بندگانم مزد می دهم. مزد اینها چیست؟ چون اینها بنای از بناهای اسلام به جا آوردن، بناهن مزد اینها، اجر اینها، پاداش اینها نزد من الله سبحانه و تعالی نست که براءت اینها را از جهنم می نویسند. به همون لحاظ که در توصیف ماه مبارک رمضان شما شنیدید که عده معتقدند که یک بخش از رمضان عتق من النیران است، یعنی خلاصی به نجات و براءت از آتش جهنم. ولی من میگم همه رمضان نجات است، براءت است از جهنم الهی. من عزیزان من، روزه خیلی مهمه. در نص کتاب خداوند تبارک و تعالی، نص صریح قرآن، فرضیت روزه ثابته و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بنابراین دوستان عزیز، روزه یکی از بناهای اساسی اسلامه. خیلی مسلمان های ما داریم که از این 5 بنای اسلام ممکن 2 تایش انجام میده 3 تا را ترک میکنه، یا 3 تایش انجام میده 2 تا را ترک میکنه، یا 4 انجام میده 1ش ترک میکنه. الله اکبر. کلمه میخوانه، نماز میخوانه، زکات میده، ولی روزه که میرسد میگه که بهانه ها جور میشه، تکلیفی معده دارم، مریضم. حتی عده از افراد شنیده شده که در ماه مبارک رمضان قصدن سفر میکنن بدون ضرورت،
به خاطر این که میگن یک بهانه‌ای به دست بیایه و روزی رمضان نوش جان بکنه. بنان عزیزان من، دوستان عزیز، برادران عزیز، خواهران عزیز و بزرگوارم، ما و شما در این ماه این فرصتی که مساعد شده باید از این به طور درست استفاده بکنیم. روزه که از ارکان اسلام است، مسلمان باید طوری باشه که هر پنج بنای اسلام درست و صحیح انجام بده. هر مسلمانی، هر مؤمنی که این پنج بنای اسلام انجام بده، اگر زمینه برش مساعد نیست که بحث جدایی است. ممکن یک کسی بگه ما مال نداریم که زکات بپردازیم، بناهن برای ما زکات نیست. اگر بنای مساعد نیست اون بحثش جداست و الله هم از این سؤال نمی کنه. اما موفق ترین، کامل ترین ایمان کسایی دارند با وجودی که به اونها مساعد است، حاضرن تمام مسائلی مربوط به اسلام انجام بدن. کلمه شهادت میخوانن بر مبنا و مقتضیات و عمل میکنن، نماز رو درست ادا میکنن، زکاتشان درست سر وقتش ادا میکنن، روزیشان درست و منظم میگیرن و بعدش پنجمین بنای اسلام حج البیت، حج خانه الله سبحانه و تعالی است. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. برای شماست حج خانه الله سبحانه و تعالی، برای او کسی که تواناییش داشته باشه، قدرت رفتن رو داشته باشه، اقتصادش داشته باشه، راه برش مساعد باشه رفتن، مسجد نباشه، برش حج در طول عمرش یک مرتبه فرض است. همه این موارد در نص صریح قرآن ثابته. کلمه شهادت فاعلم انه لا اله الا الله، یا جای دیگر قرآن میگه محمد رسول الله، سبحان الله، و الهکم اله واحد. نماز، صدها آیت در لابلای قرآن ببینید که در ارتباط به کیفیت نماز، خواندن نماز، فرضیت نماز، درست ادا کردن مسائل مربوط به نماز، این قضیه زکات، هر جایی در قرآن کنار صلات زکات ذکر شده، هر جایی در قرآن در کنار نماز بحث زکات مطرح شده. و بعدش روزه ماه مبارک رمضان، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که شما ایمان آوردید برای شما فرض شد روزه ماه مبارک رمضان. کتب علیکم الصیام ای فرض علیکم الصیام، یعنی برای شما فرض است روزه گرفتن، برای شما فرض است روزه گرفتن. نص صریح قرآن است، فمن شهد منکم الشهر فلیصم. سر کدام از شما که مهتاب را دیدید باید روزه بگیرید. و اخیرش که بحث حج است، بنابراین عزیزان من، این پنج بنای اسلام، شهادت، کلمه شهادت، بحث نماز، بحث زکات، بحث روزه و بحث حج، اینها پنج بنای اساسی اسلام عزیز است. هر مسلمانی با وجود استطاعت و توان در برابر این پنج چیز مسئولیت دارد. یعنی خیلی از مسلمان ها رمضانیستند، نماز نمی خوانند، زکات نمی دن، حج نمیرن، ولی تنها در ماه مبارک رمضان میبینی که چقدر پایبندی میکنن، چقدر اخلاص دارن در این قضیه. امیدواریم الله تبارک و تعالی همه طاعات و عبادات قبول بگردانه برای او برادران به خواهران عزیز ما که تنها در ماه مبارک رمضان با خالقشان آشتی میکنن و رابطهشان برقرار میکنن. امیدواریم این رابطه را ادامه بدهیم. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم می فرمایند بهترین عبادت ها همون عبادتی است که کم باشه، همیشه باشه، درست باشه. یعنی به این معنا از هزار رکعت نمازی که شما در طول سال بخوانید، نه قیامش مشخص باشه، نه رکوعش مشخص باشه، نه قعدهش مشخص باشه، نه قرائتش معلوم باشه، 100 رکعت نماز درست بخوانید به خاطر خدا بخوانید بهتره. بعضی از عزیزانمان در طول سال روزه زیاد میگیرن، اما بهترین روزه، کاملترین روزه، با پاداشترین روزه، روزه رمضانه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم بر حدیث می فرماید اتاکم شهر مبارک، برای شما آمده ماهی بسیار مبارکی. سبحان الله، فرض علیکم صیام، بر شما فرض شده است روزه اش در این ماه. پس نباید انسان مسلمان کوتاهی بکنه، باید با عشق و علاقه عبادت انجام بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند بهترین عبادت همون عبادت است که انسان با توانش با شوق و عشق و علاقه اش او را انجام بده. روز داخل مسجد میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینه که یک کسی یک رسمان رو به ستون مسجد آویزان کرده. وقت ازش پرسان میکنه که چرا این رسمان رو آویزان کردی، به خاطر چی هست؟ میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر و مادرم فدایه، من به خاطری که ملول میشم، خسته میشم، خواب سرم غلبه میکند، این رسمان رو بسته کردم که هر لحظه‌ای که خواب بر سرم غلبه کرد من به اصطلاح اون در گردن بیندازم تا در زمین نیفتم و پس دوباره متوجه بشوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم اش میفرماید باز کن اون رسمان، الله ملول نمی شود، الله خسته نمی شود، الله از عبادت بندگانش ملول و خسته نمی شه. این شما هستید که ملول می شوید، خسته می شوید، سرتان فشار وارد می کنید. اگر نشونیدید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، برای هیچ نفس مکلف نیست که جز اندازه توانش بیشتر عبادت کنه، بلکه هر انسان به اندازه توانش مسئولیت داره در برابر عبادات الله تبارک و تعالی. بنان عزیزان دل، برادران به عزیزان، خواهران گرامی، ممکن در ماه مبارک آینده نباشه، پس قدر این ماه را بدانید، تمام تلاشتان را بدون انجام بدهید، از هیچ چیزی دریغ نکنید. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم می فرمایند از الله بترسید ولو اگر به اندازه شق خرما، یعنی یک قسمتی از خرما، دانه خرما هم باشه، یعنی شما یک دانه خرما را دو تیکه کنید، ولو اگر به اندازه نصف دانه خرما هم هست از الله بترسید. الله اکبر، الله اکبر، به اندازه نصف دانه خرما. چه خوب است در این ماه از تلاوت قرآن، از نمازهای نفل، نمازهای قضایی، روزه، تراویح، قیام اللیل، سحری، افطار، تمام خیر و خوبی ها در ایمان نهفته است. بعضی کوتاهی نکنیم، باز فردا حسرت و ندامت و پشیمانی سودی ندارد. بنان عزیزان من، چه یک آب و هوای زیبایی داره وطن عزیز ما و شما، چه یک فضای بسیار دلنشین. من متیقنم کسی اگر در اینجا روزه ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرد هیچ خسته نمی شود، ممکن احساس گرسنگی و تشنگی نکند. وفق و معید باشید تا برنامه آینده. همین شما رو والله یکتای بی همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.